و ما تمامی مردم ایران رو که تحت شمشیر فشار بیگانه، فرهنگ نادرست و مسائل این چنین غارت و غارتگری از ایران جدا کردن، توجهشون رو به سمت ایران جلب خواهم کرد. این پاسخ من به شما جناب شهاب گرامی. و براستی من برای ازبک ها همونقدر سخن میگم که برای عراقی ها، برای عراقی ها، برای نمیدونم افغان ها و اینها فرزندان این سرزمین هستن. چنانچه خواستن به این سرزمین الحاق بشن، آنگاه که ما توانستیم، اول میگه از دوانی پیش کشه قاچ زین رو بگیر که زمین نخوری. اگر توانستیم سرزمینی که تا حالا باقی مونده و براستی جز خواست ایزد، جز خواست به قول معروف چه میگن، جز چه بگیم، خواست کهکشان، جز توان فرهنگ ملت ایران، توان فرهنگ قدرتمند ژنتیک ملت ایران، اگر راضی هستید، آنچه که در این ملت هست براستی یک ذخیره ژنتیک قدرتمند. اگر نبود که من اینجا نمیشستم، من امروز 11 ساعتم رو کار کردم، من به تمام ایران، بعدش هم پای این تلویزیون، پای این میکروفون نشستم و با جناب سوربی تستم رو کردم، الانم داره ساعت 7:30 میشه، بعدش هم منتظر چندین تلفن هستم که بشنم ادامه بدم. میخوام که مبارزه کنم، میخوام که سرزمینم رو پس بگیرم و باور دارم به این ذخیره فرهنگی و خرد و ژنتیک ملت ایران که باعث دوام این سرزمین تا به حال شد. اگر نبود نمیشد. ما این بخشی رو که هست نجات میدیم و آنونمند میکنیم و آبرومند و به قول معروف بنا میکنیم ساقی بده به جام عدل که تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. راستی که گدایان روس جهان رو پر بلا کردن، چقدر اینا کشتن و چقدر غارت کردن، چقدر زنان اروپای شرقی رو به روس دیگری واداشتن، اینا تمام ذخایر گندم و اینا به قول معروف بار قطار و بار شتر به سمت مسکو، هیچ تفاوتی نداشت با آنچه که به قول معروف عمر تازی کرد در ایران. قطار شتر گذاشت پای ذخایر ملت ایران، میخویده ایران رو برد و قطار به قول معروف چی میگن دیزل گذاشت استالین پای سرمایه ها و دارایی مردم اروپای شرقی و کشید به سمت مسکو. ما میخواییم از کیان انسان و از کیان این سرزمین و عدالت اجتماعی و آزادی، و آزادی که خودش در بند هست. آزادی به قول اسپینوزا، مرد آزاد کسی است که برای آزادی همسایگانش بکوشد و این آزادی باید که منطبق با بر خرد و باید که منطبق بر حداقل دانش باش. آزادی نه یعنی هر جمعش هر کسی که بیاد هر چه بگه، هر حرفی بزنه، هر جعلی که بخواد بکنه، هر به قول معروف سندی که بسازه که من آزادم هر چه میخوام بکنم، نه هم به تنان گرامی، این منطبق بر خرد نیست و هیچ جامعی این گونه استوار نیست در جهان. نشون بدید به من که جامعی هست که این گونه آزاد هست و برقرار و برپا و برجا هست. همتنان گرامی، براستی من میتونم که بشینم و ادامه بدم. اگر سخنی نداریم بذاریم دنباله به قول معروف برنامه رو برای فکر میکنم که پنجشنبه در خدمت شما خواهم بود. من از من پرسش داشته باشید براستی خرسند میشم. این میکروفون مال شما، من گوینده نیستم، من سربازم. گویندگی رو شما به عهده بگیرید، شما طرح رو پیشنهاد کنید، شما بیایید جلو. من فقط میخوام که نظارت کنم، زیرا که میخوام این رو در واقع این وظیفه رو از تاریخ ایران
برای خودم به قول معروف در نظر گرفتم که برگردونم این سرزمین رو به قول فولادون. اگر جهانی شود سزد گر جهانی شود زیر رو، پساریم ما آب رفته به جوی. البته شعر ممکنه گونه دیگری باشه، از اینکه من خودم شاعرم، من هر چیز رو میتونم به قول معروف دل بداه تغییر بدم و براش وزنی و حجمی و طول و عرضی بسازم. و من به راستی نمیخوام شاعر باشم، من مثلا هرچه شعر نوشتم روی این کاغذ هاست و همسر من از این گوشه و گوشه برمیداره میذاره لایک گوشه و من باوری به شعر و شاعری و این قبیل به قول معروف چیزها ندارم. ولی اگر به شاهنامه استناد میکنم، شاهنامه زبان استعاره هست این شعر، و فردوسی گرامی مجبور بود که این گونه سخن بگه که عرب نفهمن که چه میگه، که میگه که میگه زهستیش به هستیش باید که خستو شوی. توجه کنید هم به همان گرامی، گفتم هزاران میلیون ها این شاهنامه رو میخونن ولی کسی متوجه پیام نیست. عرب هم بودن اینجا، هم فارسی حرف میزدن. همین مشکل که الان شما داری، اون موقع هم عربا داشتن، نفهمیدن که فردوسی چی میگه. یه دونم شعر برداشون اول نوشت، نمیدونم پیامبر، نمیدونم فلان علکی، نه اسم محمدی، نه اسم حسنی، حسین، هیچی. یه شعر پیامبر کی هست؟ پیامبر پیامبری که البته انجمن پادشاهی ایران به رسمیت نمیشناسه، حتی زرتشت گرامی رو ما به پیامبری نمیشناسیم، به عنوان فیلسوف و معلم میشناسیم، ولی نفهمیدن فردوسی چی گفت. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیهوده یک سو شوی. شما فقط بگو که آفریدگاری هست که گفت خود منم هوشنگ، شما جناب شهاب، شما جناب سربی و دیگر هموطنان گرامی هستید. اندیشه من، شما و همه سخته، اندیشه محدود، نمیتونیم روابط رو بفهمیم، باید تکامل پیدا کنیم، دانشمون رو افزایش بدیم. در یک جامعه ای که امکان بسط و توسعه تکامل و دانش بخرد هست زندگی کنیم، چنین جامعه ای رو باید دنبان پیشاهنگ به وجود بیاریم با صرف نظر از راحتی طلبی و ترس از مرگ. اون وقت میگه به هستوش هستوشو، یعنی اعتراف کن که هست، به هستیش هستوشو. هم میگه به قول معروف زبان ما هم خوب نمیچرخه. بعد سه گفتار بیهوده یک سو شوی، السلام علیک یا به قول معروف چی میگن زهر ماری که میگن پای این مرقد نامتحرزای تازی، السلام علیک یا مولا الموالی یا اللهم اینی اصالو که نداری، به راستی خواستی تو خونت اونقدر بگو تا جانت در بیاد، ولی مزاحم ملت ایران نمیتونی بشی. تأمین میکنیم هر که هستی، هر چه هستی، هر افکاری داری، هر دو قول معروف باوری داری، به رسمیت میشناسیم به عنوان ملت ایران، ولی چنان چه توطعه کنی به راستی سوگن از زیر بردوزر ملت ایران فبورت خواهیم داد. پاینده ایران و بهترین درود، به درود، به درود با شما هموطنان گرامی.